نتایج این نظرسنجی رو من مطرح بکنم، لازمه که چند نکته رو خدمت دوستان، کسانی که در سالن هستن و کسانی که از طریق آنلاین با ما هستن رو تأکید بکنم. ما یک سابقه چندین و چند ساله داریم در این نظرسنجی ها در رابطه با مسائل مختلفی که نتایجش روی سایت انجمن پژوهشگران ایران که آدرسش گذاشته میشه وجود داره. هر یک از این نظرسنجی ها حدود 40 تا 50 صفحه خلاصش گزارشش داده شده که به زبان فارسی و انگلیسی در با هر دو زبان میتونید که این چند نظرسنجی رو نتایجش رو ملاحظه بکنید. از چندین سال پیش به این طرف در رابطه با هویت ایرانی، در رابطه با مسئله جنبش سبز، در رابطه با بهار عربی، در رابطه با امروزی که این نظرسنجی رو در مورد اعدام گذاشتیم. همیشه خب تعدادی پاسخ خوب بودن در این زمینه، ولی هیچ یک از نتایجی رو که ما در حال حاضر اعلام می‌کنیم و یا قبلاً در نظرسنجی‌های دیگه اعلام شده، ما تأکیدی نمی‌کنیم که الزاماً نتایج اینها گزارش کل جامعه ایرانه. چنین چیزی امکان نداره، به این دلیل که به هر حال ما در مرحله نخست همیشه سایتمون هک میشه، کما اینکه در همین نظرسنجی این بار که هیچ بحثی نمیدونم زنده باد و مرده باد و مرگ بر این و بر اون درش نبوده، حدود 12 بار سایت هک شده و در نهایت امر جمهوری اسلامی سایت نظرسنجی ما رو کپی کرده، به این معنا که این لوگوی انجمن گذاشته شده، همه سوالات رو مطرح کردن و ما از اونجایی که هیچ وقت در هیچ یکی از این بررسی هامون نام و نام فامیل و آدرس ایمیل و غیره رو از کسی نمیخوایم، جمهوری اسلامی اینها رو از پاسخگویان خواسته که از ایران به ما اطلاع دادن که ما تونستیم تا حد امکان اطلاع بدیم از طریق رسانه ها و اینترنت که اون سایتی که شما ازتون اسم و نام و فامیل و ایمیل میخواد مال ما نیست، شما دارید به جمهوری اسلامی پاسخ میدید. این یک نکته. نکته بعد اینه که طبیعتاً ما دست و بالمون بسته است، به این معنا که امکان رسانه‌ای کردن این رو نداریم، نه دوست و رفیق توی رسانه هایی داریم که مثل نمیدونم گاز گرفتن دست اون دختر خانم بیان ما رو حمایت بکنن، نه امکان این رو داریم که زمانی رو بخریم و این رو بتونیم که پابلیک بکنیم. در نتیجه همیشه از طریق دوستانمون و اونهایی که لطف میکنن در این چند سال اخیر این رو از طریق اینترنت شیر میکنن یا رادیو تلویزیون هایی که این امکان رو به ما میدن، این رو پخش میکنیم و یک نتایجی رو میگیریم. مرحله بعد اینه که باز این نمیتونه گویای تمام جامعه ایران باشه، چون این از طریق اینترنت انجام میشه. در نتیجه یک سری از گروه های سنی که کمتر به اینترنت دسترسی دارن از این جامعه آماری ما خارج هستن. مرحله آخر و نهاییش که اینجاش تأسف آوره اینه که ما معمولا اگر که مثلا نمیدونم اون جریان مسابقات فوتبال جهانی سر قرعه کشیش باشه، یک خانومی نمیدونم با لباس آنچنانی باشه، یه دفعه 30,000 تا لایک میکنیم، یا نمیدونم برای مسی فلان قد توی سایت ها میریم، یا اگر که مثلا نمیدونم یک خواننده باشه یا یک کسی دیگه، همه کار میکنیم، ولی سر مسائل جدی مملکتمون معمولا همیشه میگیم ولش بکن. این تأسف و
درد بسیار بسیار بزرگیه برای ما. ولی خوشحالم که این رو خدمتتون عرض بکنم. وقتی که بسیاری از این نظرسنجی ها رو ما میبینیم که مال ماست انجام دادیم، یه نمونهش مثلا نمیدونم که اون زمانی که اینترنت کمتر زیر فشار در ایران بود، نه مثل الان، اون زمان ما شاهد این بودیم که یک رقم حدود 6000 نفر، 5900 نفر به ما پاسخ دادن. پاسخ هایی که ما دریافت کرده بودیم اون ریت خاصش که بالاترینش بود از گروه 20 تا 29 سال جامعه ایران بود. اینی که عرض میکنم 20 تا 29 سال، چرا که وقتی که شما به جدول آماری در ایران و سرشماری در ایران نگاه بکنید، میبینید که بالاترین گروه سنی در جمعیت جوان ایران بین 20 تا 29 سال، یعنی 23.5% جمعیت ایران 20 تا 29 سالشونه. یعنی از هر 4 نفر تقریبا 1 نفر بین 20 تا 29 سالش. خوشبختانه این روال در نظرسنجی ما هم دیده میشد که اونها این پاسخ رو ما داده بودن. ولی برگردم به نظرسنجی این بار. ما این بار که به سرعت خواستیم این کنفرانس رو انجام بدیم، یک ماه و نیم وقت گذاشتیم که مردم پاسخ بدن که این با اعدام موافقن یا مخالفن. کسانی که این نظرسنجی رو پر کردن در جریان هستن. ما یک سری سوالاتی رو مطرح کردیم که به خصوصیات فردی برمیگرده، نه به نام و نشان و آدرس. اولین سوالمون این که زن هستید یا مرد هستید، در چه گروه سنی هستید، در کجای دنیا زندگی میکنید، تحصیلاتتون چیه، شغلتون چیه، دینتون چیه. اگرچه دین سوالیه که نباید بکنیم، ولی به دلیل مسئله اعدام ما این کار رو انجام دادیم که باز ببینیم که توی این روش به کجا میرسیم. و مرحله اصلی تر رسیدیم به دو سوال اصلی: آیا با اعدام موافقید یا مخالف؟ اگر با اعدام موافقید، با چگونه اعدامی موافقید؟ با اعدام یک بچه زیر 18 سال، با اعدام یک متجاوز، با اعدام یک رشوه‌خوار، با اعدام یک معتاد، یک قاچاقچی و چندی سال. در مرحله قبلش باز این سوال مطرحه که شما با اعدام مخالفید، با قصاص مخالفید یا موافقید، با سنگسار موافقید یا مخالفید. این مجموعه سوالات ما بوده که همش هم مرتباً اعلام می‌کردیم که خواهش می‌کردیم، درخواست می‌کردیم. رو فیسبوک ببینید واقعا درخواست می‌کردیم که بیشترین زمانی که این از شما می‌بره بین 1 تا 2 دقیقه است. فقط 1 تا 2 دقیقه وقت بگذارید که به این پاسخ بدید. این که آقای دکتر فاضل مثل همیشه مسئولیت تکنیکی این کار رو دارن و من خواهش میکنم خودشون توضیح بدن، برای شفاف بودن این قضیه که هیچ کس دیگه نیاد بگه نمیدونم شما دست بردید، این کارو کردید، اون کارو کردید. اون 1-2 دقیقه وقتی که پاسخگو میگذاشت، بلا فاصله وقتی تموم میشد و این رو به ما ارسال میکرد، میتونست نتیجه تمام افرادی رو که تا اون زمان به این نظرسنجی جواب داده بودن رو هم ببینه. یعنی ببینه مثلا چند نفر از ایران هم، چند نفر از ترکیه، چند نفر از استرالیا، با اعدام چند نفر موافقن، چه دینی دارن، چه تحصیلاتی دارن و چه. کاری رو که ما در اینجا حالا میدونید که این از اول دسامبر تا 15 ژانویه به مدت 45 روز بود، 12 شب 15 ژانویه این بسته شده، امروز 18 ژانویه است و به تلاش و کوشش دکتر فاضل تونستیم فقط چند تا نمودارش رو در بیاریم که اینجا خدمتتون مطرح میکنیم که ببینید به چه شکل، چه تعداد افراد هستند که با اعدام موافقن یا مخالفن، با سنگسار موافقن یا مخالفن. البته نتایج تفصیلی این بیشتر در اختیار همه قرار خواهد گرفت. جهت اطلاع و آخرین جمله عرض بکنم که از این نظرسنجی که
فقط یکی دو دقیقه وقت شماها رو میگرفته، ما قادر هستیم 400 تا 500 جدول آماری بیرون بیاریم. یعنی به شما بگیم که این خانم یا آقایی که با سنگسار موافقه یا مخالفه، بدون اینکه اسمش رو شما بدونید، در چه گروهی قرار داره از نظر شغلی، چه تحصیلاتی داره، کجا ساکنه. یعنی به خوبی همه این تفکر مشخص میشه. این واقعیتیه که اینها همش در اختیار ما قرار میگیره. منتها متاسفانه و متاسفانه باید که این رو خدمتتون بگم که به دلیل مسائل و مشکلات مالی که یه قسمت شاهد بودید در اونجایی که داشتید چای میخوردید که نوشته بودیم اونجا در هزینه های کنفرانس شرکت بکنید، ما هیچ امکانی نداریم که بتونیم اینها رو منتشر بکنیم به طور کامل. بحث اصلی در اینجاست که اگر این آسیب شناسی، این شناخت در جامعه به وجود بیاد، اون زمانی که ما میتونیم کار اصلی توی جامعهمون بکنیم. چون با شعار و هیجان هیچ امکانی نداره که اعدام رو بتونیم برداریم. میتونیم که این مسئله رو بازش بکنیم، آسیب شناسی بکنیم و در این زمینه حالا مفصلتر صحبت میکنیم. 1111 نفر شرکت کردن. چون این جدولش نیست، من این رو از رو براتون بخونم تا آقای دکتر فاضل توضیح بیشتریشو بده. 12% از ایران، 53% از اروپا، 27% از امریکا و کانادا. در گروه سنی هایی از کمتر از 15 سال تا بالای 70 سال به ما جواب دادن. بالاترین جوابی که به ما داده شده، خیلی جالبه، بین گروه 40 تا 59 ساله. اینها مثل اینکه بیشتر درگیر این مسئله بودن. من عرضی ندارم، محول میکنم به دکتر فاضل که ادامهش بده. میخواید که چارچوبشون رو بحث کنیم؟ کدوم بعد از چارچوب نظرسنجی رو گفتن آقای دکتر لاجوردی. شاید فقط بعد اضافه بکنیم حدود 2/3 مرد بودن، 1/3 زن و 12% از داخل ایران بودن، از درون ایران و دیگران از خارج از ایران. این 4 تا سوال کلی بود و برای همین فقط یک ستون میبینین، یعنی بدون تفکیک جنسیت یا سن یا هر چیز دیگه، در کل میبینین که خوشبختانه خیلی هم زیاد نیست، حد اکثرش بوده تا 9% که کلن در میونه. صدا کمه؟ در مجموع بیش تفکیکی 9% موافق بودن با یک گونه از کیفر اعدام. 9% در کل پاسخ دهنده ها 9%. بله بله. اینا 1100 تا تقریبا 110 نفر یه همچی چیزی، یا 100 نفر بله، که گروهی که با قصاص موافق بودن حدود یک سوم کمتره، 6% و سنگسار اصلا دلنشین نیست برای شرکت کننده. و واقعا کمتر از 1% 0.6% بود نتیجهش در اومده. این یک پرسشیه درباره اینکه خب این حالا من حالا جزء سخنرانان اینجا نیستم، ولی میگن که هر کیفری 3 تا دلیل داره که انجام میدن. یکی اینه که درس عبرت بشه برای کسی دیگه ای، یا برای خود طرف، یا برای اینکه میگن چش در برابر چش. این که میگن آیا واقعا لغو اعدام باعث درس عبرتی میشه برای دیگران، اینم باز در نسبت کمتر از 8% بوده. یعنی بیشتر اعتقاد داشتن که همچین چیزی نیست که اگه که ما اعدام رو برداریم میزان تبهکاری بیشتر میشه در جامعه. صفحه بعد رو برو. خب این حالا تفکیک شده بر اساس گونه های اعدام. اینجا تعریف حقوقی اعدامه، یعنی به فرمان نهادهای دادگستری. میشه صحبت کرد که سربنیز کردن دیگه حکومتی در خیزش های بومی، یا قطع های زنجیره‌ای، یا کسی که دستگیر میکنن زیر شکنجه بی فرمان میمیره، آیا با میشه آدم اگه یک اثر دیگه ای داره در اجتماع؟ به نظر من نه، ولی این یک کار تخصصیه که باید ببینیم که آیا اینها رو هم باید وارد این گونه های اعدام بکنیم یا نه. ولی اینجا
تعریف حقوقی اعدامه، یعنی یک نفری به دستور و فرمان نهادهای دادگستری، نهادهای گوناگون دادگستری به کشته شدن و سرنیز شدن محکوم بشه. در اینجا ببینیم که جنایت جنگی درصد بالایی موافق داشته، 18% نسبت به دیگران دیگر گونه ها. بعد متجاوزین و قتل عمده که بین 11-12% بوده. اینجا ما این پاسش کرده بودیم بین کسانی که اعدام قبول دارن، یعنی بین اون 9% کدوم ها هستن، ولی ممکن هم هست که از آدم های دیگه هم به این پرسش هم پاسخ داده باشن. برای همین درصد ها چه مقداری بیشتره، به خاطر اینکه در واقع از داخل اون 8% ما میگیم کدوم گونه از اعدام ها شما میپذیرین. بعد میرسیم به قاچاقچیان مواد مخدر و کسانی که مواد مخدر رو حمل میکنن و همچنین دزدی مسلحانه. اعدام های به دلایل اقتصادی کمتره و در واقع اعدام مخالفین سیاسی، معتادین و کسانی که زیر 18 سال هستن تقریبا کسی قبول نداشته. برای چی مواد مخدر؟ برای قاچاقچیان. بله، برای اعدام 0.1% الان یادم نمیاد، 0.1%. برای اینکه معتاد رو اعدام بکنن. خود 9% اینجاست. بله. خب حالا به صفحه بعد بریم. حالا اینجا تفکیک میکنیم شرکت کنندگان در نظر سنجی رو، که ببینیم که آیا مثلا اونایش که به نظر چشمگیر بوده من اینجا در رو بردم، بقیه فاکتورها بوده که اونجور از نظر آماری اثری نداشته. ما در اینجا میبینیم که کلا مردها 2 برابر زنها موافق بودن با کیفر اعدام. بله. بقیه گناهاش رو اونجور نمیشه تفاوتی گفت، اینم چون انقدر تعدادش کم بوده واقعا نمیشه خیلی دربارش گفت. اینجوره که در مورد اینکه یک نفری رو اعدام بکنن مردا 2 برابر قبول داشتن، با وجود این خب بازم خیلی زیاد نیست، 11% در کل جامعه، ولی خب بازم 2 برابر مردانه. بله، ولی اینا از اون تصویه شده از این، بله، از مردان 11% گفتن. بله، اینجا میرسیم به اینکه اقامت شرکت کنندگان در کدوم کشور، در کدوم کشور زندگی میکنن. ما ببینیم که در ایران بی اندازه بیشتر از خارج از کشوره. اینکه شما ببینید در آمریکا و کانادا بیشتر از اروپا باشه، این چیزی که همه ما انتظار داریم به این شکل، به همین نسبت حدودا فرض کنیم 25% بیشتر باشه. ولی چیزی که خیلی چشمگیر بود اینه که بیشتر کسایی که گفتن با اعدام موافقن یا با قصاص یا با این دیدگاه که اعدام باعث میشه که درس عبرت که بشه برای دیگران، بی اندازه بیشتر از کشورهای خارج بوده. در داخل ایران این طرز فکر بیشتر رایجه. همونجوری که گفتن دانشجوهایشون میگفتن از کشوری که توش اعدام باشه براشون خیلی بدیهیه که اعدام یه شیوه به هنجار کیفری باشه. این زادگاه شرکت کنند در رو نشون میده. اونایی که ایران به دنیا اومدن، حتی اونایشون که در خارج از کشور مثل خودمون زندگی میکنن، چندین برابر کسانی که خارج از ایران به دنیا اومدن کیفر اعدام رو میپذیرفتن. یه اندازه، بله، چون میگیم اصلا 12% داخل از کشور بودن، یعنی ما اینایی که میگیم 60-70%شون کسایی هستن که مثل خودمون بیرون از کشور دارن زندگی میکنن. در واقع تحصیلات اثری نداشت. من اونم اینجا نشون ندادم، شاید بیشتر باید بریم ژرف‌تر باش برخورد بکنیم. میزان تحصیلات اونجور نشون دهنده نبود، یعنی یه وقت من کارشناسی بیشتر بود، بعد دوباره هم دکترا هم دیپلم کمتر بود. این اثری نداشته، اثر آماری نداشته در دیدگاهشون. باید بیشتر ببینیم. بله. بله. این خیلی فکر کنم چشمگیره، چون میبینیم که با تفکیک سنی هرچه سن بیشتر میشه
کمتر موافق هستن با قصاص یا با اعدام. هرچی جوانتر هستن ایرونی ها بیشتر میپذیرن. اون دومی موافق با قصاص؟ این قصاصه. کمتر از 20 سال آدم. بله این کمتر از 20 سال 33% ایرونیان زیر 20 سال موافق بودن با قصاص. بله بله این بود آخرش بود. خب همونطوری که ملاحظه کردید این یه درصد بسیار بسیار کوچکی از نتایج این نظرسنجی بود که به سرعت تونستیم که اینها رو منتشر بکنیم که فقط نتایج مرحله اولش مشخص شده باشه. امیدوار هستم که در فاصله کوتاهی بتونیم نتایج رو هم به فارسی هم به انگلیسی در یک حد ممکن و مقدور در اختیار همگان بگذاریم.